درود بر شما مخاطبان عزیز و گرامی کانال زندگی ایدئال. جمله‌های عاشقانه‌ای که قلب همسرتون رو مال شما می‌کنه. برای تصاحب قلب همسرتون این جمله‌های عاشقانه رو استفاده کنید. جمله‌های عاشقانه و رمانتیکی که تا حالا شنیدین رو کنار بذارید و به سراغ جمله‌هایی برین که به قلب همسرتون نفوذ می‌کنن. جمله هایی که با گفتن اونا به همسرتون قلب اونو مال خودتون میکنید. جمله های عاشقانه ای که بیشتر زوجا به هم میگن شاید در حد دوستت دارم و ابراز دلتنگی باشه و بس. اما بعد از یه مدتی همین دو جمله عاشقانه دیگه کهنه و قدیمی میشه و قدرت و مفهوم خودشو برای همسرمون از دست میده. پس بهتره یکم بیشتر از این دوتا جمله عاشقانه بلد باشین و به وقتش از اونا استفاده کنین. شما برای ابراز عشق و محبت فقط محدود به این دو جمله نیستین. جمله های بهتر دیگه ای هم وجود داره. ما تو این برنامه 10 تا از بهترین های اونا رو بهتون میگیم. تو واقعا منو دیوونم میکنی. این جمله عاشقانه وقتی تو شرایط مناسب و با یه لحن درست گفته بشه کاملا این مفهوم رو میرسونه که اون شما رو دیوونه خودش کرده و بیش از حد دوستش دارید. برای همین از واژه دیوونگی استفاده میکنین. اگه با بودن اون احساس خوب همیشگی رو دارین پس حتما اینو بهش بگین. تو واقعا ایدئالی. اینو میدونستی؟ برای مناسبت‌های خاص میتونین با یک حالت و علامت تعجب بزرگ به اون بگین تو واقعا ایدئالی، هیچ چیز کم نداری. با این جمله و حالت بیانتون به اون نشون میدین که هر کاری که انجام داده تأثیر پررنگی روی شما داشته و شما تمام ارزش‌های اونو میدونین. ولی حواستون باشه که زیاد بیش از حد از این جمله استفاده نکنین چون ممکنه اونو جدی بگیره. وقتی کنار تو هم احساس مردونگیم چند برابر میشه. این جمله از زبون شوهر برای یک زن اهمیت ویژه‌ای داره. چون که شما مرد خونه با گفتن این جمله نشون میدین که زنانگی اونو میفهمین و به اون این حس رو میدین که همسر شما بودن رو خیلی خوب انجام میده. شک نکنید اگر شما هم از اون بشنوید که تو به من احساس زن بودن میدی، حس فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنید. من خیلی خوششانسم که تو زندگی منی. اگه تجربه شنیدن این جمله عاشقونه رو دارین که خوب می‌دونین و نیازی به توصیف نیست. اما اگه تا به حال همسرتون همچین جمله عاشقانه‌ای به شما نگفته، باید بدونین که شنیدن این از کسی که عاشقشین احساس فوق‌العاده‌ای داره. یه راه خیلی قشنگ برای اینی که به اون نشون بدیم که تا چند اندازه برامون اهمیت داره. هیچ کس به اندازه تو خوشحالم نمی کنه. این یعنی روش غیر مستقیم برای این که اونو با زنایی که بیش از این تو زندگیتون بودن مقایسه کنید و اونو بالاتر از همه ببرید. و واقعیت اینه که زنا حس رقابت خیلی قوی بین خودشون دارن. برای همین اگر به اون بگید که اون بهترین همسر برای شما بوده، یک تحسین بزرگ برای اون حساب میشه. نمیتونم به تو فکر نکنم. این جمله عاشقانه به خصوص وقتی دور از همین و از راه دور با هم صحبت میکنین خیلی مؤثره. چون که به همسرتون میفهمونین که چقدر دلتنگشین. لازم نیست که بارها و بارها جمله دلم برات تنگ شده رو تکرار کنید تا اینو بفهمه. برای قوی تر شدن جملتون میتونین اونو یکم طولانی تر کنید و بگید با من چی کار کردی؟ نمیتونم بهت فکر نکنم. تو شیرین ترین و دوست داشتنی ترین دختری هستی که تا به امروز دیدم. اینم یه راه آسون دیگه برای اینکه به اون احساس خاص بودن بدین. این تعریف کردن اگر تو زمان مناسب و با لحن و صدایی آروم و گرم گفته بشه خیلی تأثیر میذاره. این جمله رو هم مثل من خیلی خوششانسم که تو رو دارم میتونید بیشتر استفاده کنید تا به اون یادآوری کنید که چقدر تحسینش میکنید.
همچین تحسینی مثل اینو میتونید برای تشویق اون تو کاری که خیلی خوب انجام داده استفاده کنید. میشه خواهش کنم اینقدر دوست داشتنی نباشی؟ به جرأت این یکی از محبوب ترین راه ها برای سر به سر گذاشتن و تحسین کردن اون با یه جمله عاشقانه و دوست داشتنی در آن واحده. این یک راه مفرح و بازیگوشانه است که به یک مکالمه عادی یک کم محبت اضافه میکنه. خیلی منو تحریک میکنی. گفتن این جمله با صدایی گرم و نگاه کردن به چشمای همسرتون بهترین جمله عاشقانه و تحسینه که یه زن میتونه از شوهرش بشنوه، به خصوص اگر بتونید زمان و دلیل اونو براش توضیح بدین خیلی بهتر میشه. مثلا میتونید بهش بگید وقتی اینطوری به من نگاه میکنی خیلی تحریکم میکنی، یا با این لباس خیلی تحریکم میکنی، یا یکم شیطنتشو بیشتر کنید و بگید هر وقت این موقع روز به هم زنگ میزنی خیلی تحریکم میکنی، تا باعث بشه بیشتر به شما زنگ بزنه. واقعا تحسین برانگیزی. این شیرین ترین جمله عاشقانه و تحسینی نیست که بتونی به یه زن بگی؟ مطمئنن درسته. پس برای گفتن اون خجالت نکش. البته نه بدون در نظر گرفتن موقعیت. توی زمان درست، مثلا وقتی که یه لبخند خجالتی روی صورتش میبینی یا وقتی یه چیز عالی برات آماده کرده، این کارو انجام بده. حالا 10 روش یا بهتر بگم 10 تا جمله فوق‌العاده برای ابراز محبت به همسرتون بلدین که به اون احساس دوست داشتنی و خاص بودن بده. حالا اونا رو مرور کنید و به خاطر بسوارید و سر وقت مناسب اونا رو یکی یکی استفاده کنید. مطمئن باشید با این کارتون عاشقتون میمونه. فقط فراموش نکنید که محبت کردن برای هر کس مثل غذا میمونه. اگر بیش از حد و اندازه به همسرت غذا بدی، معده اون درد میگیره. پس فراموش نکنید که اگر اونو محبت بارون کنید، نادیدتون میگیره. لذتی هم از این کار شما نمیبره. پس برید و همسرتون رو خوشحال کنید. اما تو این کار مهم، افراط و زیاده روی نکنید. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها نیز از ما حمایت کنید. پیروز باشید و سربلند.